یه خاطره یاده. ببینید من معلم محققی بودم دیگه، تو تاکتیک، تو پروازهای به تاکتیکی به معلم محققی بودم. تقریبا 3 بار 4 بارم تو بال من پرواز کرد تو جنگ. یه روز تو عملیات مروارید ایشون مسئولیت شلیک موشک مبریک داشت. ما هم از نظر تر و مر خیلی در مضیقه بودیم. تریپل ایجکتور رک، مالتیپل ایجکتور رک، اینا دیگه خریداری نمیشد و از آمریکا نمی اومد. باید خیلی جودیشسلی رفتار میکردیم با اینا. منم حساسیت داشتم، فرمانده گردان نگهداری هم بودم. این بلند شد با 6 تا موشک مبریک، بلند شد و رفت برای عملیات همین مروارید. یه هواپیمای میگ 21 دنبالش کرد، البته با فاصله شاید بگم 20 مایل. وقتی من صحبت ها رو شنیدم، رادار، صحبت های رادار رو شنیدم، ایشون بیدرنگ گردش کرده بود و هر دوتا ترو ایجکت کرد، هر دوتا رو زد. یعنی با موشک مبریک ترو مرو جتسون کرد. شما نگاه کن، جتسون شدم. 6 تا موشک مبریک، 2 تا تر، خیلی برای ما ارزشمند بود. وقتی اومد پایین من شروع کردم باش یکی به دو کردم. چرا این کار کردی؟ هواپیما 20 مایل با تو فاصله داشته، برای چی اینا رو انداختی؟ تو چرا اینطوری میکنی؟ شروع کردم یه حرفا زدن. بعدها دیگه گذشت و جنگ تمام شد. یه روزی اولی از دلش بیرون نرفته بود، این صحبت های من از دلش بیرون نرفته بود، ببخشید. خلبان ها تو گردانم بیادبی هایی میکنن دیگه، منم الان احساس میکنم تو گردانم با کنار شما که بایستادم، خیلی ببخشید بیادبانه صحبت میکنم. من یه مهمونی بود بعد از جنگ، خیلی از جنگ گذشته بود، یه مهمونی بود یه جایی، همه نشسته بودیم، همه خلبانان قدیمی بودن، کیمیاگر بود، علی دهنادی بود، عبداللهی فر بود، همه بزرگان بودند. من نشسته بودم سر میز و سرم پایین بود، یاد شاید داشتم غذا میخوردم، یه دفعه دیدم یه نفر از پشت سر منو بغل کرد و بوسید. یواشکی به در گوش من گفت ما 2 تا تر به تو بده کاری ما. آره روحشون شاد باشه.